سلام دوستان، محمد هستم. با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به جذابیت این بازیگرای مرد که به سر زبون‌ها افتادن می‌پردازیم. اما لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارشو بزنید. انتشار یه سری تصاویر از پارسا پیروزفر در مراسم اکران فیلم آتابای موجی از واکنش‌های تمجید آمیز رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. بازیگری که با پا گذاشتن و نزدیک شدن به دهه 50 زندگیش، اما هنوز جوان و جذاب و در بین بازیگران بی‌حاشیه سینما همچنان می‌درخشه. به این بهونه در این برنامه از باید بدانیم به بازیگرایی که همچنان جذاب و پرطرفدارن و می‌درخشن و البته اون دسته از بازیگرایی که در بین ما نیستن اما به شدت پرطرفدار بودن می‌پردازیم. محمد علی فردین متولد 15 بهمن 1309 در تهران در خیابان ادیب الممالک خیامان ری به دنیا آمد. پدر ایشون علی گل فردین هرچند کارمند اداره تسهیلات بود، اما بازیگر تئاتر و دوستان تقی ظهوری بود. فردین ابتدا بخت خودشو در ورزش امتحان کرد و با وجود مخالفت پدرش کشتیگیر شد. حضور فردین در سینمای ایران با موفقیت ملودرام‌هایی که در میانه دهه 40 بازی می‌کرد به اوج خودش رسید. ایشون جوان اول سینمای ایران بعد از افول ناصر ملک مطیعی شده بود. موفقیت فیلم گنج قارون 1344 نقش مهمی در تثبیت ستارگی فردین داشته. بهترین فیلم‌های ایشون عبارتند از گنج قارون، غزل و بابا شمل. پارسا پیروزفر متولد 1351 در تهرانه. ایشون فارغ التحصیل نقاشی از دانشکده هنرهای پردیس دانشگاه تهرانه. از سال 1370 تا 1374 ایشون در تئاترهای دانشجویی و تئاتر عروسکی به بازی پرداخت. فیلم پری نخستین تجربه ایشون در عرصه بازیگریه. در سال 1394 پارسا پیروزفر نمایش 8 اپیزودی ماتریوشکا رو که خودش بر اساس داستانهای کوتاه آنتون چخوف ترجمه کرد به صورت تک نفره به اجرا درآورد. در این نمایش ایشون تونست برنده تندیس زرین بهترین بازیگر مرد در بخش بین الملل جشنواره فجر بشه و بهترین فیلم های ایشون عبارتند از شیدا، نقاب، میهمان مامان و اشک سرما. بهروز وثوقی از ستایش شده ترین و به عقیده بسیاری از اهالی سینما و هنرمندان بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایرانه. بازیگری که با فیلمهاش خیلی ها رو عاشق دنیای هنر کرد. نخستین فیلم سینمایی مورد توجه او 100 کیلو داماد به کارگردانی عباس شباویز در سال 1340 بود. ایشون در سال 1348 توسط مسعود کیمیایی به فیلم قیصر دعوت شد و این نقطه شروع وی به عنوان یک بازیگر مطرح بود. بازی وی در این فیلم مورد توجه عموم و علاقه‌مندان به سینما قرار گرفت. بهترین فیلم‌های ایشون هم عبارتند از گوزن‌ها، قیصر، کندو، تنگسیر و داشاکل. سعید کنگرانی در دوران نوجوانی روی صحنه تئاتر بازی می‌کرد و سینما رو با ایفای نقش کوتاهی در فیلم رضا موتوری به کارگردانی مسعود کیمیایی آغاز کرد. بعد از اون در فیلم دایره مینا با داریوش مهرجویی کار کرد. فیلمی که تا مدت‌ها رنگ اکران رو به خودش ندید و چند سالی به علت سوژه جنجالیش توقیف شد. فیلم در امتداد شب زمستان 1356 روی پرده اومد و با 4 میلیون تومان فروش رکورد ریالی فروش فیلم‌های ایرانی رو در تهران شکست. بهترین فیلم‌های ایشون عبارتند از دایجان ناپلئون، در امتداد شب و دایره مینا. احمد سعید حق‌پرست راد مشهور به سعید راد، زاده 4 آبان 1323 در تهران، نمایشنامه نویس و بازیگر سینما و تلویزیون ایرانه. راد فارغ التحصیل مهندسی منابع طبیعی از پردیس کشاورزی دانشگاه تهرانه. سعید راد از سال 1347 به فعالیت در سینما پرداخت.
دوستیش با امیر نادری عکاس فیلم فاتحین صحرا در سال 1350 باعث شد که در این فیلم اولین تجربه بازیگری خودشو بدون آموزش قبلی به دست بیاره و بهترین فیلم های ایشون عبارتند از خداحافظ رفیق، تنگنا، امیر آقایی. امیر آقایی متولد 10 مرداد 1354 در ارومیه است. امیر آقایی از ابتدا به بازیگری و سینما علاقه داشت و در دانشگاه در رشته تئاتر قبول شد و کارش رو با تئاتر آغاز کرد. ایشون برای اولین بار با بازی در سریال تلویزیونی خاک سرخ به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در سال 1380 پا به عرصه تصویر گذاشت. او سینما رو برای اولین بار با بازی در فیلم سینمایی ارتفاع پست به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و با همکاری اصغر فرهادی در سال 1380 تجربه کرد. ایشون برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم شنای پروانه در 38مین جشنواره فیلم فجر شد و بهترین فیلم های ایشون عبارتند از شنای پروانه و بدون تاریخ بدون امضا. محمد رضا فروتن. محمد رضا فروتن متولد 7 دی 1347 و دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاده. ایشون در چند سال اول شروع فعالیتش پس از آموزش در کلاس‌های آزاد بازیگری زیر نظر حمید سمندریان در اوایل دهه 70 نقش کوتاهی در فیلمی به نام هدف ایفا کرد. او برای بازی درخشان در فیلم قرمز جایزه سیمرغ بلورین 17مین جشنواره فیلم فجر هم دریافت کرد. بهترین فیلم‌های ایشون عبارتند از قرمز، دوزن، شب یلدا و زیر پوست شهر. فریبرز عربنیا. فریبرز عربنیا در سال 1343 در تهران متولد شد. ایشون پس از گذروندن تحصیلات دانشگاهی و دوره‌های تخصصی تئاتر و سینما به شکل حرفه‌ای وارد کار شد و تئاتر رو در کانون تئاتر تجربی زیر نظر استاد حمید سمندریان و سینما رو در دوره‌ای 2 ساله در مجتمع آموزشی سینما آموخت. فریبرز عربنیا تا قبل از سال 1374 در چندین فیلم بازی کرده بود اما هیچ وقت نتونسته بود توانایی‌هاش رو به معرض نمایش بذاره. وقتی از طرف مسعود کیمیایی برای بازی در فیلم ضیافت از ایشون دعوت شد، همگان بر این عقیده بودن که کیمیایی قهرمان خودشو پیدا کرده. بهترین فیلم های ایشون عبارتند از سلطان و شکران. امیر جدیدی. امیر جدیدی متولد 31 خرداد 1363 در تهران. ایشون مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مدیریت MBA از دانشگاه آزاد رو داره. امیر جدیدی مربی تنیس هومن سیدی بود و با هم دوست بودن. هومن سیدی ایشون رو تشویق به بازیگری میکنه و برای اولین تجربهش از وی برای بازی در فیلم سینمایی آفریقا به کارگردانی خودش در سال 89 دعوت میکنه. او تا به حال موفق به دریافت یک سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد در 36مین دوره جشنواره فیلم فجر برای فیلم‌های عرق سرد و تنگه ابوغریب شده. ایشون در تئاتر هم به فعالیت پرداخته و در زمینه بازیگری تئاتر هم تونسته افتخاراتی رو کسب کنه. بهترین فیلم‌های ایشون عبارتند از من، 13، اژدها وارد می‌شود، رخ دیوانه، عرق سرد و قهرمان. سید شهاب الدین حسینی. سید شهاب الدین حسینی در سال 1352 در تهران متولد شد و ایشون تحصیلات خودشو به صورت ناتمام در رشته روانشناسی رها کرد. از سال 1377 ایشون فعالیت خودشو به طور حرفه‌ای آغاز کرد و در عرصه‌های مختلف هنری به ایفای نقش پرداخت. او در سال 1379 با سریال پس از باران پا به عرصه بازیگری گذاشت. شهاب حسینی در سال 1380 با بازی در فیلم رخساره ساخته ی امیر قوی دل وارد سینما شد. ایشون اولین سیمرغ خودشو برای بازی در فیلم سوپر استار دریافت کرد. بهترین فیلم های ایشون عبارتند از جدایی نادر از سیمین، فروشنده، درباره الی و سوپر استار. ناصر ملک مطیعی.
با شروع انقلاب کار هنریش همچون همتایانش محمد علی فردین و بهروز وثوقی ممکن نشد و ایشون تنها تونست در دو فیلم بازی کنه. ملک مطیعی پس از انقلاب و تا زمان مرگش در مشاغلی همچون شیرینی فروشی و مشاور املاک فعالیت داشت. غیر از فیلم‌های عامه پسند ایرانی یا اصطلاحاً فیلم فارسی، ملک مطیعی در بعضی فیلم‌های فیلمسازان متفاوت‌تری همچون علی حاتمی، زکریا هاشمی، مسعود کیمیایی، رضا میرلوهی و هوشنگ کاووسی نیز بازی کرده. بهترین فیلم‌های ایشون عبارتند از ولگرد، چهارراه حوادث، 17 روز به اعدام، واریت بهاری و افسونگر. خب دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه‌های ما علاقه‌مندید، میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.